چیزی که الان مغز منو پکونده بعد از این دستشویی اینه که واقعا نمیدونم چجوری بهش بپردازم. شما کمکم کنید. 3000 نفر مغز اینجا من توی سالن دهه 80-90 زیاد دارم میبینم. از خودشون بپرسم بهتره. شما عزیزای دل من دهه 80-90 یا شما باباها پدر مادراتون چجوری قبل از ازدواج دوست شدن بعد ازدواج کردن شما متولد شدی؟ من پدر مادرم 60 سال ازدواج کردن هنو دوست نشدن با هم. 20-30 بار اومدیم با هم دوستشون کنیم، بابام گفت نه دوست نه، فقط زن و شوهرم، جاسفرن نه، فقط زن و شوهر. گفتیم بابا دوست، مامان دوست، بابای بد اخلاقی هم نه. میگه فقط زن و شوهر. شما چجوری قبل از ازدواج دوست میشین بعد ازدواج؟ منم یاد بدیم میخوام در بیم از این تجربه. بالاخره به هر دری میزنم بسته که سواد بخت منو بستن. هر جا میرن نمیتونم از این بگم. بفرمایین بالا. مثل که آماده است جمعیت امشب. آقای اکبرنژاد خودش یه روز تصادف کرد، افسر اومد کروکی بکشه، گفت کدومتون مقصرین؟ اکبرنژاد گفت من که خواب بودم، از اون بیشعور بپر. خب عزیزان، شما میگید که برنامه رو ادامه بدم؟ زنجیر منو بافتی، پشت کو انداختی، بابا اومده، منم نمیدونم. آقای حسینیان جانم، من از قدیم به شما ارادت داشتم. خیلی بزرگواری، شما را دوست داشتم. خیلی لطف دارید. بقیه‌اشو بگو والا. نه جدی میگم، شما را هم دوست دارم، صرفا به خاطر اینکه دوستان مقدار شاد بشن و بخندن. و الله میدونی که بله دست شما دارم. شما چه بلاهایی سر من آوردی. اس ام اس زده برای من نامرد، من از رو چیتوز باید بفهمم تو موتور خریدی؟ حالا جلوی شما مظلوم نمایی میکنی. آیو سینیان جانم، من شما رو دوست دارم. فداتون بشم. وای چه دستای گرمی داریم. قربونتون برم. وقتی این دستای پرمهر دو دستم میگیرم، اگر میدونستی چقدر محتاج محبت دستاتم، اینقدر دستت تو دماغت نمیکرد. یه روز آقای اکبرنژاد اومد خونهشون، دید خانومش نیست. خیلی نگران شد، مضطرب شد، همه جا رو گشت، بعد فهمید هنوز مجرد زن نه. نه حسن، واقعا حالا این همه شوخیه حسن، انصافا در باغ دل من جا داره. بهش هم گفتم که اگر از گلهای این باغ خوب مواظبت نکنی. آقا من با عزتون بگم که یه دست به افتخار آقای زمانی بزنن، این جوان که اونجا داره نوازنده، یه دست با حال به افتخارشون بزنی. پت مت اه؟ خدمت شما این آهنگ براتون آشنا بود. ولی من هر موقع حسن رو میبینم، اون صفای وجودشو میبینم، عرض کنم یاد محبت، دوستی، اینکه حسن دوست داره همیشه مردم بخندن، خیلی ارزشمنده. ولی وقتی قیافش رو نگاه میکنم، صورتش رو نگاه میکنم، این چین و چروک صورتش رو نگاه میکنم، اجازه بدید من مرخص شم. خوندم به یاد خاطراتی که با آقای اکبرنژاد داشتی. اونجا یه مدت اخراجشون کردن، دیپورتشون کردن، اومدن ایران. منتها الان مهم اینه که جناب آقای حسینیان، مدیر مسئول نشریه وزین و بسیار شیک زندگی ایدئال و سیب سبز، به افتخارشون دست خیلی قشنگ بزن. و همچنین آقای اکبرنژاد که هیچ کار است. چیزه نه تی میکشه نه. آها یه خاطره برام تعریف کرد، گفت حسن یه روز آقای اکبرنژاد صبح زود رفته بود بانک، شیشه رو ندیده بود، خورده بود به در شیشه، گفت وقت امروز هوای سفتیه. آیا حسینیان من بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم. من یه درخواستی داریم جان. یه درخواستی داریم. درخواستی رو اجرا میکنم. آره گفتن که اگر ممکنه آقای ریوندی یه سری شبکه 4 هم برن
یک استاد بسیار عزیزی در شبکه چهار، حتما باش آشنا هستید. من میخوام که با کسب اجازه از حضور این استاد، آقای ریوندی یه بخشی رو برای ما صدایشون رو تقلید بکنم. بله، من که منظورتون رو فهمیدم. نمیگم دیگه، خودت میگم. عزیزان، من تحچهرم به دکتر علی شریعتی شبیه. برای چی میخندید؟ مثل که باورتون شده من خلوچلم، نه؟ عزیزان، من یک انسان تحصیل کردم، اما اون بزرگوار اندیشمند کجا؟ من کجا که باید با شماها رفاقت کنم؟ واقعا جای تأسف نیست؟ نیست، نه. گفتم دکتر علی شریعتی یک جمله زیبا از این دانشمند خدمتتون بگم، در خصوص همین امشبی که دور هم بودیم. دکتر علی شریعتی میگوید قدر لحظه های با هم بودن و کنار هم بودن را نیک بدانیم که پس از این سالیان سال به اجبار زیر زمین کنار هم خواهیم خفت. به یاد دکتر علی شریعتی دستی با شکوه بزنیم. روحش شاد. خواهش میکنم منو کنترل کنید. خب آخرین درخواستی آقای اکبر نژادم انجام میدم، میریم شبکه چار میشنیم پای صحبتهای ارزشمند فیلسوف گرانقدر جناب آقای دکتر الهه قمشه‌ای و از بیاناتیشون استفاده میکنیم. آقای دکتر خواهش میکنم، برنامه روی آنتنه. پرسید یکی زمن که معشوق تو کیست؟ به چی میخندید؟ گفتم که فلانیست، منظور تو چیست؟ آقای حسینیان، من درس پس میدم خدمتتون اگر حسن آقا رو من نه اینجوری نگه، من یه معرفی کنم. حسن آقا اولا واقعا یه چهره تحصیل کرده است، ایشون دبیره، یعنی حرفه شریفش معلمیه. لطفا به افتخار لبخندی که آفریده و به افتخار حرفه شریفش دست قشنگ بزنید به افتخارش. این تا اینجا که شما یه خود بیشتر باهاش آشنا بشی. بعدش هم خدا دوستش داشته، یه درجه بهش داده و اون درجه شاد کردن دل دیگرانه که به نظر من از هر درجه شریفتره. به خاطر این درجه الهی هم یه دست دیگه به افتخارش بزنه. زنده با، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. در اوایل فصل زمستان وقتی تو این گونه از من تعریف میکنی روی صحنه، احساس غرور به من دست میده، مخصوصا در جشن بسیار ارزشمند بانکی معتبر چون بانک سیار. متشکرم، خیلی ممنون. دوستان عزیز، خدا رو بسیار شاکرم از اینکه در این شبهای عزیز سعادتی بزرگ رو نصیب بنده کرد که بیام در حضور شما عزیزان که بسیار فرهیخته و ارزشمند هستید ایفای نقش کنم. قدر لحظه های شادیمون رو نیک بدانیم که انسان سخت میخنده و شاد میشه و به سهولت اندوهناک میشه. صاحب تبریزی میگوید دامن شادی چو غم آسان نمی آید به دست، پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند. یک ایدی به شما هدیه می دهم، متناسب به این روزهای با برکت، متناسب با Ladies and gentlemen. سلام، خیلی متشکرم از این که منو ضایع کردید با این جواب سلامتون. فکر کن من با چه شوقی اومدم اینجا، به یه امیدی سلامی گرم خدمت حضار می کنم، اون وقت همه در پاسخه به من. درود بر شما، درود به این معرفتتون. خب من یه توضیح در مورد اجرام بدم عزیزان. کار صداسازی کار سخت و حساسیه، چون که فرکانس های صدا با هم دیگه فرق میکنه. عزیزان میگم ببخشید وسط صحبتاتون دارم حرف میزنم، خب میخندی برنامه حساسه. یه لحظه من اشتباه کنم صداها قاطی میشه عزیزان، صداها با هم فرق میکنه. فقط یک موضوع رو من بگم آقای محترم، دیگه نگات نمی کنم، اما خدا وکیلی مدیونی در مورد من اونجوری داری فکر میکنی. من افکارتون رو میخونم، این که بگی این پسر ما رو گیر آورده میخواد از خودش تعریف کنه، نه. در مورد کار من عزیزان دکتر به من گفت
رفتم دکتر منو معاینه کرد، بهم گفت که به نظر من عزیزم جنبالی حساس شدی به دست. دست خودم نیست، صدای دستاتون از یه حدی که بیشتر میشه من دیوانه میشم. او مای گاد، حالا وقتی که یه روز از همین روزا توی شب پا میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم، تا که خوب خوب بشه تخمای دل و پسی عشق و مرهم میکنم، توی دل ها میذارم.